اقتصاد افغانستان در دهه های پسین زیر اثر نبردها، بی‌ثباتی های سیاسی و امنیتی و نیز خشکسالی آسیب های فراوانی دیده. اکنون افغانستان در یک مرحله دیگری از آزمون تاریخیش قرار دارد. امارت اسلامی پس از برگشت به قدرت مدعی است که با سیاست حمایتی از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران داخلی و خارجی افغانستان را به سوی ثبات اقتصادی حرکت می دهد. اما برنامه حکومت سرپرست برای پشتیبانی از سرمایه گذاری کدام ها اند؟ جایگاه تجارت و سرمایه گذاری در اوضاع کنونی برای افغانستان چقدر مهم است؟ آیا بستر مساعد است؟ اگر بله، فرصت ها و چالش ها چیستند؟ به نام خداوند یکتا و درود بر شما. مهمان این گفتگوی ویژه تولونیوز آقای نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت است. من شمس همانی هستم. آقای عزیزی سلام به شما، بسیار خوش آمدین و بسیار تشکر از اینکه فرصت دادین. اگر اجازه بدین، از سفر اخیرتان تازه میدانیم، از روسیه برگشتین، در نشست روسیه جهان اسلام اشتراک کردین، در حاشیه این نشست با شماره از مقام های برخی کشورها به شمول روسیه و پاکستان دیدارهایی داشتین، پر دستاورد بود؟ سلام به شما و بینندگان محترم و ملت افغانستان و به همه دوستا. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سفری که ما به جمهوری تاتارستان داشتیم، یک برنامه تقریبا چند ساله است که جمهوری تاتارستان به شروع داره و یک ابتکار بسیار خوب گرفته است، چون جمهوری تاتارستان اکثریت مسلمان هستند و فرمی را که یا چندین سال شده تکرار میکنن، هم تجارتی است، هم فرهنگی است و هم برنامه های تحصیلی و تعلیمی دارن و از کشور ما، از افغانستان، ما در سه بخش ما هیئت داشتیم. یک بخش تجارتی بود، یک بخش از تحصیلات عالی بود و یک بخش دیگه هم از اکادمی علوم بود. سفری را که ما داشتیم در حاشیه با وزیر تجارت پاکستان دیدیم و همچنان با وزیر ترانسپورت و یک هیئت بلند رتبه از ترکمنستان دیدیم و همچنان با نماینده های خاص فدراتیف روسیه که از جمله مشاور خاص آقای پوتین بود و همراهشان صحبت داشتیم. چی بود صحبت ها؟ صحبت هایی که ما داشتیم همراه در حاشیه با همراه مسئولین و همچنان با همراه کسایی که اشتراک کنندگان در فورم بودن، اصلا برنامه ای که فدراتیف روسیه پیش رو داره اتصال شمال با جنوب است. فدراتیف روسیه در قدم نخست اموال تجارتی خود میخواد که زیادتر توجهش به طرف کشورهایی که در جنوب آسیا هستند توجه زیادتر بدهند و به فضل خداوند به همه معلوم است که افغانستان ما و شما در این عرصه، چون دعاهای بسیار قدیم ما و شما و خوابهای بسیار قدیم ما و شماست که افغانستان چهارراه تجارت و ترانزیت منطقه است. فلهذا بحثهای عمومی که ما در حاشیه داشتیم امرای دوستها و امرای دیگه کشورها به خاطر نقطه وصل شمال و جنوب بود که بعد ما افغانستان به خوابهای دیرینی ما و امید خدا برسانیم. تنها شنیدن این حرفا را یا چیزهای اقدام خواهد شد از سوی کشورهایی که میخواه از رای افغانستان استفاده بکنه، مخصوصا روسیه و پاکستان؟ بحثایی که ما داشتیم واقعیت زیادتر روی مسائل بحث میشد که افغانستان کمتر باید رول داشته باشه، زیادتر به طرف خلیج فارس بود. ولیکن الحمدلله ما توانستیم که توجه تمام کشورهای منطقه را به طرف افغانستان
جلب بکنیم. برای چی؟ به خاطر از اینکه اموالی که از طرف جنوب به شمال صادر میشه و از طرف شمال به جنوب صادر میشه، یک بخش عظمیش باید کشور افغانستان باید باشه. ترانزیت از طریق بستر است که باید بستر مناسب باشه و یکی فرصتی که عملا مهیاست. در شرایط فعلی در افغانستان این فرصت وجود داره یا مسیر وجود داره که باید کالاهای بازرگانی کشورها از مسیر افغانستان عبور بکنه؟ هرچند که میدانیم پاکستانی ها یک مقداری از این جاده های افغانستان هم استفاده میکنن. به نظر خود ما و به بحثایی که ما داشتیم، الحمدلله بهترین فرصت وجود دارد در افغانستان. شرکت های ترانسپورتی که ما شما داریم، اگر جاده هایی که ما داریم اگر کمتر هم وسایل داره، ولیکن الحمدلله راه های بسیار کوتاه است. طبعا فرصت بسیار مناسب است به این برنامه، اگرچه جلب توجه برنامه های ایران زیادتر تر بود، ولیکن ما هم توانستیم الحمدلله که برنامه های تیم های کاری را ایجاد بکنیم، صحبت های با جانب ترکمنستان داشته باشیم، با کشور با جمهوری تاتارستان با مسئولینش داشته باشیم و همچنان با کسایی که از فدراتیف روسیه آمده بودند با وا هم ما صحبت کردیم که باید افغانستان هیچگاهی از اینطور یک برنامه فراموش نشود. فقط در حد مشوره و گفتن و گفتگو بود. آقای عزیزی، تیم های ورکینگ گروپ از هر دو طرف جور شد روی برنامه هایی که چه رقم ما بتانیم از کجا آغاز کنیم. درست. انشالله به امید خدا کارها آغاز میشه. انتظار میرفت افغانستان از روسیه مواد نفتی و مواد خوراکی وارد بکنه، شما هم قرارداد کردین، آمد آیا این مواد خوراکی و مواد نفتی مواد به افغانستان؟ قراردادی که ما داشتیم الحمدلله، سهولتی که ما ایجاد کردیم به فضل خداوند الحمدلله، به همه دوستان معلوم است که محدودیت بالای صادرات ایران و بالای ترکمنستان طبعا وجود داره، به اندازه کفافی که به افغانستان باشه نبود و الحمدلله قراردادی که ما با روسا داشتیم از طرف سکتور خصوصی تأمینات کافی میشه هست و باز هم صحبت داشتیم که انشالله سالهای آینده امرایشان دوامدار تجارت شوه، کار شوه و حتی در سلسله های بارتر صحبت کردیم، حتی در سلسله های صحبت کردیم با پول محلی باید امرایشان کار شوه، چون بزرگترین صادرکننده مواد نفتی و مواد غذایی به خودتان معلوم است که قزاقستان و کشور روسیه است. آقای عزیزی، پابرجاست توافقی که افغانستان با روسیه در مورد انتقال مواد نفتی و مواد خوراکی داره؟ پابرجاست و سکتور خصوصی ما فعلا واردات دارن، تجارت دارن، برنامه ها دارن، حتی زمستانی که از پیش سر ما گذاشتیم مواد الحمدلله خصوصا LPG و گاز مایعی که ما وارد کردیم، ما توانستیم الحمدلله از طریق برنامه های روسیه قیمت ها دیگه سال به همه معلوم بود که قیمت ها خیلی بالا می رفت، ولیکن الحمدلله امسال بالا نرفت به همه معلوم است. آقای عزیزی، برای مردم بسیار مهم است، گفته هایی وجود داره که روسیه قرارداد فسخ کرده، گفته هایی وجود داره که آنچه برای افغانستان باید مواد نفتی می آمد یا تو فروخته شده سر پاکستان، آیا این درست است؟ گفته هایی که به خودتان معلوم است تبلیغاتی که می باشه درست نیست هیچ کدامش. الحمدلله تجارت ما عادی جریان داره، حتی فعلا سر مواردی ما کار میکنیم که باید صادرات قوی به کشور روسیه داشته باشیم. اقلیم تفاوت میکنه، فرق میکنه و مواد نفتی و مواد غذایی الحمدلله عادی جریان داره. درست. قرارداد پابرجاست. قرارداد ما الحمدلله پابرجاست. پیش از این سفر، پیش از این که برین به جمهوری تاتارستان و در این نشست اشتراک بکنین، پاکستان رفته بودین و با مقام های پاکستانی هم دیدارهای داشتین، از توافق در زمینه تجارت و ترانزیت با این کشور خبر دادین، جزئیات چی است؟ با جمهوری پاکستان، با جمهوری اسلامی پاکستان سال قبل ما سفر داشتیم، چون قراردادی که پیشتر 10 سال و بیشتر از 10 سال به نام ابتا ما داشتیم تقریبا که مکمل شد، وقتش خلاص شده و توافقی که قبلا ما کردیم، قرارداد ما باید، توافقات ما باید بر جای باشه و تجارت و ترانزیت ما دوام داره به صورت عادی. بله. توافقات جدیدی که ما امرای جمهوری اسلامی پاکستان داشتیم در
مورد تردد آزاد لاری هاست که به دو کشور خیلی مهم است، به نام کراس استاپینگ یا اموالی که به کانتینرهای بین المللی میه و تغییر میدیم به کانتینرهای افغانستان و پاکستان. این بسیار برنامه مهم بود و در حدود دوایی که ما وارد میکنیم از پاکستان به افغانستان، روی موضوعات بعضی توافقات داشتیم که هر دو تیم دوا و غذا یک اداره دارند، ما همچنان الحمدلله که داریم مستقل داریم، یا بین خود تفاهمات باید داشته باشند. و دوای بیکیفیتی که از هر کشور و خصوصا از پاکستان وارد افغانستان میشد، دوای قاچاقی که وارد میشد، باید صد را از ایران ما به هر حالتی که باشه باید بگیریم و این در حدود توافق بین هر دو دوا و غذا باشه. و در حدود کراس استفینگ که ما همراه خودتان گفتیم، ما از بندر کراچی دیدن کردیم جایی که باید کراس استفینگ باید امو صورت بگیره، تقریبا که در حد نهایی است با بعضی امکانات به زیر ساخت ها ضرورت داشت و در این حدود الحمدلله توافقات خیلی خوب صورت گرفت و ما یقین دارم که الحمدلله به نفع افغانستان است و به نفع تجار افغانستان است. میدانیم پاکستان نخستین شریک اقتصادی افغانستان است و بسیار هم اهمیت دارن. ما بازرگانان شکایت داره از رفتار پاکستانی ها، مخصوصا میگه در فصل صادرات کالاهای بازرگانان افغانستان مشکل تراشی میکنه. در این مورد پاکستانی ها چی میگه و آیا لاری هایی که کالاهای افغانستان را وارد پاکستان میکنه بدون کدام مشکل وارد خاک پاکستان خواهد شد یا در مرز اونجا دوباره بارگیری صورت میگیره؟ توافقاتی که صورت گرفت امرایشان به خاطر تردد لاری ها به شکل آزاد، یک از هر دو طرف یک اجازت نامه داده میشه تا 6 ماه تاریخش تمدید میشه و ویزه به دریورها و کلینرهای افغانستان از طریق سفارت پاکستان داده میشه و همچنان از طریق سفارت افغانستان داده میشه، هم اجازه نامه و هم ویزه. و ضرورت به این نیست که در سرحدات ما اموال ما را پایان بکنیم، میتونه که تا تمام قلمرو پاکستان و تا تمام قلمرو افغانستان اموال تجارتی را نقل و انتقال بده، چون تجارت افغانستان و پاکستان الحمدلله در حد تقریبا برابر است، با کم تفاوت الحمدلله یا 60 میلیون یا بالاتر و کمتر تجارت افغانستان بالاتر رفته و الحمدلله ما سنجشی که نمودیم و تیمای تخنیکی ما کار کردن و دوستهایی را که ما مشوره داشتیم الحمدلله خیلی به نفع افغانستان است. درست. از مشکلات سیاسی اقتصادی و بحران هم حتی ظاهرا گفتمش بحران اقتصادی و مشکلات سیاسی پاکستان افغانستان آیا آسیب خواهد دید؟ چون این نگرانی ها وجود داره، میدانیم که پاکستان یگانه کشور است که برای فرآورده‌های سنتی افغانستان بازار مناسب است. به نظر ما که چون زیادتر تجارت ما با تجارهای ملت پاکستان است، چون یک نفوس بسیار بزرگ هستند و در هر حالتی که است ملت افغانستان و ملت افغانستان به اموال صادراتی و وارداتی که ما شما دو کشور داریم ضرورت و نیازمند است. در این صورت اگر کدام موضوعی باشه، اگر کدام مسائل سیاسی باشه، به تجارت ما هیچ صدمه ای هم نمی رسانم انشاءالله. و ما دعای زیرا میکنیم که هر مملکتی که در همسایگی ماست، در همسایگی ما است، الحمدلله آرام باشه و واقعیت بزرگترین شریک تجاری افغانستان هستند. حتی در بعضی احیان ما تجارت سنتی هم روشان داریم. همین کشوری که بزرگترین شریک اقتصادی افغانستان است و همطور که شما هم میگن که ممکن اثرات نداشته باشه، ولی وقتی به بحران اقتصادی روبرو شه، وقتی نیاز به گرفتن وام داشته باشه، وقتی میبینیم شکایت های مردم را و از یک طرف هم میگن مردم با افغانستان، مردم به پاکستان این تجارت را انجام میدن، هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. اموالی که ما شما صادرات داریم و اموال وارداتی که به افغانستان است، این نیازهای اولیه مردم ما شماست و نیازهای اولیه مردم پاکستان است. یه هر حالتی که باشه، در هر بحرانی که باشه، به هم پاکستان نیاز داره و هم ما نیاز داریم الحمدلله. طبعا تجارت و سیاست با هم آمیخته است. به شکلی که در فضای
در فضای آرام تجارت میشه، در فضای بحرانی نمیشه، تاثیرات خود می داشته باشه، ولیکن به اندازه‌ای که ما شما صادرات و واردات ماست، اقلام و نیازمندی های اولیه زندگی مردم ماست، به این نیاز داریم. این در هر حالت ما شما صادرات و واردات می داشته باشیم. کسی که مشکل تراشی میکنه یا مشکل ایجاد میکنه برای بازرگانان، خب کسایی هستن که در دولت هستن و مسئولیت دارن، وظیفه دارن. شما هم با مسئولان بازرگانی پاکستان دیدارهایی داشتین. بازرگانان همین شکایتشان است، همیشه ما بارها گزارش داشتیم، مگر در زمان صادرات کالاهای افغانستان پاکستان مشکل تراشی میکنه؟ حتی کامیون ها یا هم لاری های سبزیجات و میوه های تازه افغانستان بند میمانه، ولی به خاطر از اینکه این خراب نشه اینها راه چاره هم دیگه نداره، ولی این قصدن از سوی پاکستانی ها میشه. بسیار مشخص صحبت کردیم، چون از این به بعد میدونیم فصل صادرات افغانستان بیشتر میشه با پاکستان. تجارتی که ما در طول زمانهای متمادی داشتیم هیچ وقتی هم از 400 میلیون دلار بالاتر نبود. سال قبلی روابط تجارتی که ما هم روی پاکستان داشتیم، الحمدلله ما تانستیم که به امید پروردگار صادرات خود تا 1200 میلیون دلار برسانیم به فضل خداوند. از این معلوم میشه که آماری که ما از تجارای خود داشتیم از تجارت سال قبلی خیلی راضی بودن. موانعی که سابق فرارای تجارای ما شما میشد، الحمدلله تا اندازه ما برداشتیم. البته مسدود کردن دروازه ها بود، هر کس به نوبت خود به مطلب خود دروازه را بند میکردن، مسدود میکردن، ماها دروازه بند میبود. انار افغانستان، انگور افغانستان و چیزهایی که سریع الفساد بود در منطقه از بین میبرد، چی از طرف پاکستان بود و چی از طرف افغانستان. همه موانع را الحمدلله ما برداشتیم. یقین داریم که دیگه هم بهتر از بالاتر از این مقدار تجارتی که ما داشتیم انشاءالله امسال مد نظر داریم که عظیم کردن بالاتر برویم. چند ماه میشه که صادرات زغال سنگ به پاکستان کاهش یافته، در حالی که در سال پیش ما بیشترین صادرات را داشتیم. مشکل در چیست؟ ما نمیخواییم یا پاکستانی ها حالا دیگر تقاضا ندارن؟ در باره زغال سنگ افغانستان، چون افواهات بالاتر از امو گنجایشی که زغال سنگ افغانستان داشت در مطبوعات افغانستان دور خورد، ملت افغانستان واقعیت توقعات زیاد داشت و امارت اسلامی هیچ گاهی بدون مد نظر گرفتن تمام اند خواسته های ملت ما هیچ کاری کردن نمیتونه. به این خاطر ملت افغانستان از همون برنامه هایی که در تلویزیون ها و در میدیا بحث شد، ما خواستیم تعرفه را بالا ببریم و تعرفه بالا رفت، واقعیت تجارت خیلی کم شد، صادرات ما خیلی کم شد، در حالی که به همه دوستا و به همه برادران معلوم است که آماری که در حکومت قبلی داده میشد و آماری که جهانی بحث میشد، البته من دقیق در این برنامه معلومات ندارم، تا 2035 یا تا 2040 بعد زغال سنگ، سوخت زغال سنگ در دنیا خیلی باید کم شه به خاطر مسائل آب و هوایی که آلوده است در دنیا. و ای که ما صادرات بالا رفت، به پاکستان صادرات شروع کردیم به خاطر ضروریت افغانستان، به خاطر ضرورت ما و به خاطر یک اعلانی که از طرف پاکستان شد، اساسیت برانگیز شد که ما باید با قیمت جهانی باید بفروشیم. طبعا قیمت جهانی وقتی که خرید فروش میشه، کشتی است، وسایل است، وقتی که در منطقه میرسه با قیمت های بسیار کم میرسه و بعضی موضوعات خود داره، و در هر حالتی که ما نیازمند هستیم، ضرورت داریم به صادرات زغال سنگ و به صادرات مواد اقلام افغانستان، اساسیت برانگیز شد. درست. ما مجبور شدیم. تعرفه ها سبب شد که پاکستانی ها علاقمندیشان کم شود؟ علاقمندی پاکستان کم نشد، قیمت ها رو ما نتونستیم رقابت کنیم با جهان. وقتی قیمت ها از رقابت، از اون چیزی که ضرورت است، از دیگر دنیا مثال برایشان تقریبا در حدود 90% تمام میشه، یعنی اینطور گفتم میتونیم که از ما شما تقریبا 15-20% قیمت های ما افزایش داره با قیمت دنیا. طبعا اون مردم کوشش کردن رفتن به طرف اساسیت ملت ما بود که ما قیمت ها رو باید ببریم. مردم مشکل داشته باشه وقتی درآمد باشه برای دولت برای مردم. مجبور شدیم به خاطر از اینکه صدای ملت ما بشنویم، قیمت ها رو بالا ببریم، تعرفه رو بالا ببریم. تا یک مدت بود که خیلی کارآمد بود تعرفه، چون قیمت های جهانی خیلی بالا بود. وقتی قیمت جهانی پایین آمد،
خریدایی که مثال خود پاکستان کرد از دیگه کشورا و قیمت‌ها وقتی که پایین آمد ما دیگه قیمت پایین آورده نتونستیم و نخواستیم که بیاریم. درست. پاکستان هنوز علاقه‌مند است. هنوز علاقه‌مند است تا 18 میلیون تن یا در سال ضرورت دارند و هر قدری که ما بتونیم از 5 میلیون تن و از 4 میلیون تن بالاتر ما صادرات کردن نمی‌تونیم. درست. و با این تعرفه‌ای که حالا وضع شده پاکستانی‌ها مایل نیستن بخرن. نمیتونن افورد کردن نمیتونن برداشت کردن نمیتونن قیمت کشور دیگه میخرن کسایی که خیلی نیازمند هستن. عالیم خرید ما جریان داره، عالیم صادرات ما جریان داره، بسیار اندک ولیکن حدودی کم شده به اندازه ای که ما دیگر... سال قبلی داشتیم به اون اندازه نیست. بله علاقمند است کشورهای دیگر از زغال سنگ افغانستان. طبعا شرکت ها از امرای ما به حساب ازبکستان صحبت کردند، ازبکستان میخوان چون کلوری و جی سی بی زغال افغانستان بالاتر است، نیازمند است، ضرورت دارند و دیگه کشورها هم ضرورت دارند. در حالی که باید پروسس شود آقای عزیزی، مشکلات بازرگانان باید برطرف شود و از مسئولیت های شما هم است. بازرگانان میگه مشکل ویزه دارن، میگن که پاکستان ویزای پاکستان در بازار سیاه خرید و فروش میشه. شما رفتین پاکستان با مقام های پاکستانی صحبت کردین، آیا حل شد این مشکل؟ آیا حل خواهد شد؟ مشکل بازرگانان و خصوصا مسائل ویزیشان الحمدلله حل شده. امروز هم یک جلسه است در ننگرهار تجارای افغان با مقامات پاکستان، مقاماتی که در کنسولگری هستند، با ادارات مختلف نشستی دارند و از طرف شیخ صاحب امیرالمؤمنین وظیفه سپاریده شده به وزارت صنعت تجارت، به وزارت خارجه که مسائل ویزه تجارای افغانستان نه به پاکستان و اکثر کشورهای دیگه باید حل شود. درست. و مسئله ای که خرید فروش میشه، آگاه هستین که در بازار سیاه ویزای پاکستان خرید فروش میشه، بازرگانان مجبور میشه که افغانستان و جهان سویم از این نگاه همیشه متضرر بودن. چی وقت نبوده که اینطور مسائل نشه؟ و این در حدود نیست که بین دو کشور باشد، در حدودی است که امو زمینی فساد است. در هر حالت ما ایرا مزمت میکنیم، تطبیق میکنیم از هر طرفی که باشد. درست. در مورد همسایه تازه دیگر افغانستان صحبت میکنیم، همسایه که این روزها تنش بسیار زیاد شده، ظاهرا بوی سیاسی و رنگ بوی سیاسی هم به خود گرفته، مسئله حقابه ایران. این تنش ها بر تجارت میان این دو کشور اثر خواهد داشت؟ طبعا اینطور مسائلی که به نظر ما از ما خواهشم از تمام مطبوعات و تیم میدیا و دوستایی که در عرصه کار میکنن، خواهش می‌گی است که به این اندازه‌ای که در برنامه‌های مطبوعات است، به این اندازه این مسئله بسیار گرم نیست. ولیکن به خودتان معلوم است که ما هم دشمن داریم و ایران هم دشمن داره. ما قبل از این در جریان بودیم، برایشان پیشنهاد کردیم. در سفری که ما به خودم به ایران داشتم برایشان حتی به اندازه‌ای از پیش ما خواستند که در مقابل بعد یک قیمت ما آب بر ما بپردازه. به همه دوستا، به همه دنیا معلوم است کشور افغانستان و این منطقه‌ای که ما شما سرش بحث میکنیم شاید در چند کشور محدودی در دنیا باشه که از نگاه خشکسالی متضرر است و به همه دنیا معلوم است و حقابه ای را که ایران ضرورت داره و نیازمند است. منطقه خراسان جنوبی ما خودم از منطقه دیدیم واقعیت مردم متضرر است، ولیکن از او کردن ما متضرر تر هستیم. ما نه تنها خراسان جنوبی را دیدیم بلکه نیمروز را دیدیم، اما رود هرمند، یعنی ما نتونستیم که حتی یک گلاس آب در منطقه پیدا بکنیم. چه خاصایی که یک دفعه وقتی که امو وقتی که دیم پر شد، وقتی که آب ایلا کردن، فکر میکنیم بسیار مقدار کم بود که تا آخر چی رسید، تا آخر منطقه یک ضرورت بود در داخل ایران. اگر کدام کمی که آبم باشه ایلا شود شاید تا آخر نرسه. یعنی این به این نیست که ما مسئله را مسئله سیاسی بدانیم. مسئله آفت است، از طرف خداوند است، متضرر است منطقه، همه منطقه متضرر است و خصوصا ما متضرر هستیم از این نگاه. درست. ولی شما طبعا اینطور برنامه ها تاثیر خود می داشته باشه برای تجارت. شما میگین رسانه ها ممکن بزرگ نمایی میکنه، ولی عملا حرف و حدیث های وجود داره، از صحبت های آقای رئیسی گرفته تا وزیر خارجه این کشور تا اعلامیه هایی که داد و حتی شمار از چهره های سیاسی این کشور هشدارهای تند و تیز را در برابر امارات اسلامی یا افغانستان مطرح کرد. این چیزی است که عملا وجود داره و حتی
ضرب الاجل تعیین کرد و گفت که تا یک ما باید مشکل حل شود. یعنی ظاهرا ایرانی ها به این باور است که آب وجود داره و ممکن امارت اسلامی میخواهد در برابرش بیسته و آب را برای ایرانی ها نده. این وضعیت ادامهش بر ترانزیت، تجارت و داد و ستده که افغانستان با ایران داره فکر میکنین بسیار اثرگذار نخواهد بود و نگران نیستین به عنوان سرپرست وزارت تجارت؟ نگرانی طبعا وجود داره و ما یقین داریم انشاءالله که کشور دوست، برادر، کشور همسایه نیک ما یقین داریم که از حقیقت آگاه هست، آگاه میشه و یک برنامه ایره که ما حقیقت از اون سفری که امرای ایران داشتیم برداشت کردیم، چون حکومت طبعا انتخاباتی است، انتخابی است، یا ضرورت دارند به ملتشان جواب بدین. بعضی موضوعات و دیگر هم امرای ما بحث کردن. ما یقین داریم که مسائل طبعا از طریق هیچ وقتی هم از طریق ضرب الاجل و از طریق اخطار دادن و از طریق برنامه هایی که تنش باشه در هیچ صورتی هیچ کشوری نتانسته به یک نتیجه برسه. ما از همه کشورهای همسایه، برادر، دوست، جهان میخواهیم که با امارت اسلامی یک تعامل خوب داشته باشیم، چون تعهد امارت به می است که بعد از این ما کشور ما اقتصاد محور است، روی برنامه های اقتصادی کار میکنیم. نه تنها اقتصاد خود و کشور ما، باید اقتصاد کشورهای منطقه هم متضرر باید نشود. ما خواهش ما از کشورهای دوست همسایه و برادر ما همی است که یک تعامل نیک باید داشته باشیم. هیچ گاهی به اختیار اجازه یک دفعه بدی هیچ گاهی به اختیار به اخطار و به ضرب الاجل دادن هیچ کسی به جایی نرسیده. ولی حاضر ما هم به جایی نمیرسیم، باید برادری خدا در هر حال باید حفظ کنیم. درست. اگر تقابلی که شکل گرفته جایش را به تعامل نده نگران هستین؟ انشالله که من یقین دارم تقابل همه دوستان میفهمند که تقابل یک تقابل شاید سلیقه‌ای باشه به نظر من و هیچگاهی هم بی به خود دوستایی که در منطقه هستم میفهمند. بهترین مهماندار ما امو والی آستان خراسان جنوبی بود، دو روز شب روز امرای ما بود. تمام بحثا را امرایش کردیم که هم منطقه شما متضرر است و هم منطقه 3-4 ولایت ما متضرر است. ما هم آب نداریم، شما هم آب نداری و در حدودی که کشور همسایه و برادر است هیچ گاهی حق همسایه را فراموش نمیکنه و ما هم چنان من حیث یک کشور اسلام و من حیث یک کشور اسلامی برادر حق برادر خود هیچ وقت فراموش نمیکنیم. درست. آقای عزیزی بیاین در مورد سرمایه گذاری در افغانستان صحبت بکنیم، در مورد ای که بارها و بارها شما گفتین کشورهای متعددی هستند که علاقمند هستند در افغانستان سرمایه گذاری بکنه. چرا همهش در حد وعده است؟ چرا هیچ کشور هنوز آماده نشده تا اقدام بکنه برای سرمایه گذاری؟ سرمایه گذاری که افغانستان ضرورت داره، نیازمند است، واقعا یک سرمایه گذاری بزرگ است. به خاطر از یک ساختار افغانستان خصوصا مسائل برق افغانستان نیازمند، ما شما تقریبا بیشتر از 3000 مگاوات برق ضرورت داریم. یعنی سفر ما که به تاتارستان بود، یک شرکت بسیار بزرگ تاتارستان است در عرصه برق یا سرمایه گذاری کردیم 1000 مگاوات برق به کشور تاتارستان یا میفروشن یا وعده ای که امرای ما کردن، وعده ای که دارن، برنامه ای که دارن، در ماهی های بسیار نزدیک یا آماده هستند شروع از 50 مگاوات برق در بغلان از طریق زغال سنگ سرمایه گذاری بکنند. این از جمله نمونه هایی است. دیگه الحمدلله دیگه از ما شما سرمایه گذاری داخلی را با خارجی یک جا داریم که میخواهند در عرصه برق تا 200 مگاوات اعلان هایی شد تا 200 مگاوات تا 100 مگاوات سرمایه گذاری کنند و همچنان ما سرمایه گذاری داریم که لینی که 500 کیلو ولت از ترکمنستان به افغانستان میاره او را تکمیل بسازن. ما خودم یقین دارم، به خودتان معلوم است، امی دوباره فعال ساختن امو معدن قشقری یا دوباره فعال ساختن مس عینک، این از جمله سرمایه گذاری هایی است که در افغانستان صورت گرفته و شکل میگیره الحمدلله. واقعیت یعنی از نگاه از این که تبلیغات دنیا زیادتر است ما متضرر هستیم حقیقت دیگه، ولیکن الحمدلله تبتلاش است و دنیا هم در این فرمی که ما واقعا در تاتارستان شرکت کردیم پس سر اون موضوع زیادتر نپیچیم.
اکثر کشورهای دنیا خواهشمند به این بودند که امرای ملاقات داشته باشند و خواهشمند به این بودند که در افغانستان سرمایه گذاری. کشورهایی که علاقمند هستند برای سرمایه گذاری در افغانستان تا هنوز به شکل بسیار کلانش کار را آغاز نکرده. روس‌ها این علاقه مندی را نشان دادن. از کنسر سیوم چهار جانبه افغانستان، ایران، پاکستان و روسیه هم شما صحبت کردن که تا 1 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری بکنن در افغانستان. کار عملیش هنوز آغاز نشده و نمیدانیم که چه وقت آغاز میشه. ایراد من شما بگوین، بحث تحریم ها، بحث عدم به رسمیت شناختن امارت اسلامی، این مسائل آیا باعث این شده که کشورها جرأت نکنن برای سرمایه گذاری در افغانستان؟ ببینین، وقتی که ما بحث از سرمایه گذار میکنیم، اکثر دوستایی را که ما، شرکتایی را که ما دعوت دادیم آمدن در افغانستان، از ترکیه، از کشور ترکیه، از کشور روسیه، همچنان از چین و از پاکستان، از ایران، عالی هم آماده هستند که در افغانستان سرمایه گذاری بزرگ داشته باشند. البته شرایط خود افغانستان، مسائل به خودت معلوم است، قوانین افغانستان در فعلا در گفتگو هستند. خصوصا ما شما مثال داده میتونیم که آهن غوریان امروز هم در مدت چندین ماه شده که ما در بررسی ازی هستیم. چهار شرکت باید برنده شوه، بعد این آهن غوریان به یک شرکت هایی که توانایی ازی را دارن. و ما خودم از نزدیک کسایی که در این عرصه میخوان سرمایه گذاری کنند از نزدیک دیدن کردم. کسایی هستند که واقعیت شرکت های بسیار بزرگ هستند و در این عرصه آماده هر رقم سرمایه گذاری هستند. همچنان در مسائل برق افغانستان بیشتر براتون یادآور شدم. البته محدودیتی که ما به خاطر مسائل بانک بگوییم از طرف جامعه جهانی هیچ گونه ما نداریم. محدودیت های بانکی وجود نداره. محدودیت های بانکی هیچ رقم بازرگانان میگه ما در انتقال پول با مشکل برمیخوریم. البته مشکل برخوردن سلیقه های بانک هاست. ما از طریق قوانین بین المللی و از طریق قوانینی که مثال از طرف بانک جهانی است، ما مشکل با محدودیتی نداریم. بازرگانان وقتی که صحبت میکنند، یک اندازه نرخ ارسال پول یا TT بلندتر است. راه بدیلی هم ما صحبت کردیم، همراه بانک جهانی صحبت کردیم، همراه ملل متحد صحبت کردیم، راه بدیل از این هم هست، مشکلی نیست. ولیکن طبعا تحت تاثیر یک تعدادی از شرکت هایی که مثال خصوصا با کشورهای غربی نزدیک هستند، تحت تاثیر هستند و به روسیه و به ایران و به چین و به این مردم هیچ تعذیری نیست، هیچ مشکلی نیست. این موضوع بسیار مهم است آقای عزیزی، چون ما بارها شنیدیم، بارها روش بحث کردیم، بحث تحریم بر بانک ها، محدودیت بر بانک ها، این که انتقال پول از طریق بانک ها انجام نمیشه. هرچند در مورد گرفتن پول، کسانی که مشتریان بانک های خصوصی در افغانستان هستند، اونا با مشکلات روبرو هستند که باید تا یک سطح مشخص پول را برداشت بکنه، ولی درباره انتقال پول گفتن با مشکلات روبرو هستند. ولی وزارت اقتصاد هم یک چنین چیزی را تایید میکنه و بارها هم مسئله را گفته. این که شما میگن یک بحث کاملا جدید است، یعنی بعد از این بازرگانان میگن در انتقال پول با مشکل بر نخواهند خورد؟ وقتی که شما امرای بانک خودتان صحبت کنین، وقتی که بازرگان ها شکایت با ما آوردن، امرای بانک مرکزی ما صحبت کردیم، مواردی بر ما نشان دادن که در یک ماه چندین میلیون یا ارسال کردین، تیتی کردین، پول روان کردین و محدودیت بالای روان کردن پول نداشتن. البته گفتم براتان که سلیقه های شخصی بانک هاست. مثال گفتم میتونیم به نام سیتی بانک یک بانک است. و نمیخواد که امرای افغانستان خودش تعامل داشته باشه، ولیکن از قوانین بین المللی ما هیچ رقم به خاطر خصوصا به خاطر مواد اولیه، مواد نفتی، ما هیچ رقم محدودیتی نداریم. بله، یک موضوعی که بسیار مهم است، چون میدانیم قانون اساسی گذشته ملغا شده، بس بر اساس قانون اساسی گذشته سیستم اقتصادی افغانستان بازار آزاد بود، همونطوری که میدانیم ملغا شده. فعلا از کدام سیستم اقتصادی استفاده میشه؟ بازار آزاد، مختلط، یا هم اقتصاد اسلامی؟ فعلا بازار آزاد، تمام قوانین بازار آزاد است که ما از او حمایت میکنیم و ولیکن از طرف شیخ صاحب و از طرف امیرالمؤمنین فرمانی که آمد، مثال از برنامه هایی که مسائل سودی داشتن، جریمه ها بود
و بعضی مسائل دیگه که بود و از بینش برداشته شده. ولیکن ما طرفدار این بازار آزاد نظام بازار مشترک هستیم. مختلط هستیم. درست. به اساس کدام قوانین امضا میکنین قراردادها را با کشورهای دیگر؟ ما همراه شرکت ها هستیم به اساس قوانین بازار آزاد. فعلا تمام قوانین افغانستان و برنامه هایی که در تضاد با قوانین اسلامی است وارد بینش ما برداشتیم. بسیار مشخص آقای عزیزی، وقتی قرارداد میکنن بر اساس کدام قوانین باور میکنن کشورهای دیگر بر شما و شما به اساس او که این قرارداد را به پایش امضا میکنن، مثلا با روس ها وقتی که امضا کردین در مورد قرارداد، با امارات متحده عربی امضا شد در مورد فرودگاه ها و میدان های هوایی، قوانین بازار آزاد است؟ آیا قوانینی که مربوط به وزارت تجارت میشه؟ بله، قوانینی که از گذشته که بود بابرجاست. تنها مسائلی که ما از بینش برداشتیم، گفتم چیزایی که در مغایرت با قوانین اسلامی بود از بینش برداشتیم و دیگه قوانین کماکان جاری داره، مشکلی نیست الحمدلله. درست. و هر کدامش اصلاح کردیم، روان کردیم به وزارت محترم عدلیه. وزارت محترم عدلیه پس دوباره ایره بررسی میکنه به خاطر توشیح پیش شیخ سبرامان میکنه. درست. برنامه های حمایتی را از سرمایه گذاری در پیش داره؟ اینو همطور که گفتن با این گزینه میره افغانستان را انتقال میبرین به سمت خودکفایی. موضوع توزیع زمین به سرمایه گذاران کارش به کجا رسیده؟ توزیع زمین تقریبا در حدود 100 چند شرکت ما تمام اون مراحل شتای کردیم، در حدود تقریبا بالاتر از 140 میلیون دلار یا آماده سرمایه گذاری در افغانستان هستند. تنها یگانه برنامه ای که است به کمیسیون اقتصادی به خاطر تاییدی و به خاطر تاییدی به از طرف امضا به شیخ سبرامان کردیم که امضا بکنن و انشاءالله به مردم توزیع شروع میکنیم. بخیر. درست. از مشکل سرمایه گذاران داخلی حتما میدانین، اونا شکایتشانی است که در پارک های صنعتی برق نیست و میگه وقتی سویچ برق در کشور بیرونی باشه هیچ سرمایه گذاری نمیتونه جرأت بکنه برای سرمایه گذاری، و از طرف دیگه مشکل توزیع زمین را میگن. این مشکلات به گونه جدی حل خواهد شد و تلاش جدی وجود داره یا زمانگیر خواهد بود؟ انشالله من یقین دارم زمانگیر نیست. تمام ادارات مربوطه خصوصا روی موضوع برق و کمیسیون اقتصادی، معاونیت اقتصادی، جناب محترم حاجی صاحب ملا برادر روی موضوعات برق به اندازه کوشش میکنه که شاید یعنی به اندازه از این متابلی تر کسی را ندیده باشم، و ما همچنان در برنامه برق کوشش خود داریم. وزارت محترم آب و برق و شرکت برشنا تمام تیم ها کوشش به ایدارند که مسائل برق افغانستان به هر حالتی که میشه، چون نیازمندی افغانستان است، ضرورت افغانستان است و خصوصا ضرورت پارک های صنعتی ما و صنایع ما است، این باید به هر حالتی که میباشه حل شود. و خودت معلوم است که مسائل برق، موضوع برق آنی حل نمیشه. یک چیزی نیست که ما دفعتاً مثال جنده تر باشه و جنده تر بیاریم نصب کنیم. بس قیمت است. بازرگانان میگه که قیمت بودن صرفی برق به می بخش تولید توان رقابت اینها را گرفته با کالاهای خارجی. البته برنامه ای که در مسائل قیمت تعرفه برق داشتیم، ما بالای صنایع افغانستان، گرچه که بالای تجارت، بالای دیگه مسائل افغانستان، قیمتهای تعرفه برق شاید بلند شوه یا بلند شده باشه، ولیکن بالای صنایع افغانستان هیچ گاهی ما نخواستیم که قیمت برق بالا بره. و چیزی که از قبل بر ما به میراث مانده بود، ما کوشش کردیم که امور حفظ بکنیم و کوشش کردیم که حتی کمتر شوه و حتی شرایط کوشش داریم که خوب شوه. و ما و تیم ما و تمام ارگانهای مربوطی امارت بالای صنایع افغانستان تمرکز خاص داره و می خواهیم که از طریق صنایع ما افغانستان به پای خودستان. شما با عنوان وزیر تجارت می دانین که رشد سرمایه بخش خصوصی بسیار مهم است در اقتصاد کشور، می دانین و می پذیرین. اینا میگه که قیمت بسیار بلند است، آیا شما خبر دارین که واقعا قیمت صرفی برق بازرگانان و بخش خصوصی واقعا قیمت است یا نه؟ چون اونا نگرانی شایی است که ما نمیتونیم رقابت بکنیم در مقابله با کشور پاکستان، قیمت ما کم است، و در مقابله با کشور ایران چون
تولید کننده، چون تولید کننده گاز است و برق است و همچنان کشور ترکمنستان واقعیت قیمت ما بالاتر است. ولیکن مراعات خاص دگره 27 مراعاتی را که ما خواستیم به صنایع افغانستان الحمدلله ایجاد کنیم، خصوصا به تجارا و همچنان به صنعتکارای افغانستان، زیادتر به صنعتکارای افغانستان بود. از طرف جناب حنفی صاحب و تمام ارگانهای مربوط چند روز پیش در مقابل میدیا اعلان شد الحمدلله و تمام اندشه به قسمی که ما پیشنهاد کردیم به شیخ صاحب قبول کرد. اگر ما برق ما بلندتر است ولیکن قوانین ما در مقابل صنعت ما خیلی نرم است و خیلی آسان است. بسیار خوب. در جلب سرمایه گذاری بیمه بسیار رول مهم داره. ما شاهد حرق شدن یک شمار از فابریکه ها بودیم. اینجا از پیش ما در سال 1401 سال گذشته 5 فابریکه در پارک صنعتی کابل، یک فابریکه در پارک صنعتی کندهار، همونطور یک فابریکه هم در شهرک سبز و دو فابریکه هم در هرات و یک شمار از مارکت ها هم در شهر کابل آتش گرفتن که هیچ توجهی به اینها نشد. برای سرمایه گذار خارجی بسیار مهم است بیمه. آیا برای بیمه برنامه دارین شما؟ روی مسائل بیمه الحمدلله تیم های امارات چون بیمه مسائل شرعی دارن و امارات اسلامی روی مسائلی که در تضاد با شریعت و دین مقدس اسلام است، به خودتان معلوم است که جدی کار میکنه. ما روی برنامه کوشش میکنیم که از برنامه های تکافل کار بگیریم و به نتیجه نرسیدن هنوز در مورد بیمه. کار است روی مسئله، کار است الحمدلله و امید است که در روزهای نزدیک مسائل حل شود. و به خودت معلوم است وقتی که حریق شد تمامند امو وسایلی که از امارات بود الحمدلله در خدمتشان بود و امروز از همه کدن برنامه خوبی که ما به این برنامه سنجش کردیم در حد پرداختن غرامات و در حد پرداختن سبسایدی ما اجازه یک برنامه بسیار خوبه به نام صندوق تعاون یا صندوق کمک به سکتور خصوصی انشالله در روزهای نزدیک آغاز میکنیم و امید است که انشالله کسایی که متضرر میشن بتوانیم تا یک اندازه انشالله امرایشان کمک و همکاری بکنیم. بسیار خوب. در مورد کنسرسیوم مشترک افغانستان، روسیه و پاکستان اگر بیشتر بگویند کارش به کجا رسیده؟ بر حال است الحمدلله تیمایشون کار میکنن روی 3-4 موضوعی که ما پیشنهاد امرایشان داشتیم، خصوصا تونل سالنگ است، آب پنشیر، نقل آب پنشیر است به کابل و 3 موضوعات دیگه است. الحمدلله فعلا تیمایشان از طریق آنلاین هم مذاکرات دارن، سرمایه گذاری ها را یکی به دیگر شریک می سازن و امیدوار هستیم کارشان آغاز شود. جدیت می بینیم؟ جدیت تا حدودی خب ما که بررسی می کنیم جدیت است، ولیکن در حد عمل روسیه فکر نمی کنیم پاپ اس بکشه. نه خیر، هستن امی 50 مگاوات را که آماده هستن، 50 مگاوات برقی را که می خوان در بغلان شروع بکنن، این همون جدیتشان را نشان میده که یا در افغانستان میخوان سرمایه‌گذاری قوی داشته باشه. کار نخست چی خواد بود؟ ترمیم تونل سالنگ، انتقال آب پنشیر به کابل، چی؟ مسئله 50 مگاوات برقی است که ما پیشنهاد کردیم اولین کاری که باید یا بکنن همین برق آزمایشی است که برای ما یا 50 مگاوات برق در بغلان از زغال سنگ جور میکنن، وصل میکنن با شبکه کابل. بله، چقدر سرمایه گذاری میشده؟ بیشتر از تا شاید بیشتر از در حدود 100 میلیون دلار، در حدود شاید کمتر باشه، بیشتر باشه. و این آزمایشی است؟ آزمایشی است. اگر به نتیجه رسید یا به حال نتیجه خوب داشت بزرگتر خواهد شد؟ ده اگر نتیجه خوب تر داشت شاید در حدود 50 مگاوات تا 100 مگاوات در چند بخشی از افغانستان سرمایه گذاری میکنن، همین کنسرسیوم سرمایه گذاری میکنن و به خاطر از اینکه اگر یک بخش 1000 مگاوات یا 2000 مگاوات بخش های تکنیکی که امرای ما داشتن یا به این نظر بودن که اگر ما 2000 مگاوات یک جا آغاز بکنیم زمانگیر است. بهترین راهی که ما بتوانیم مسائل افغانستان حل بسازیم امی است که از 50 مگاوات تا 100 مگاوات در هر منطقه و یا کوچکتر از اون ما بتوانیم آغاز بکنیم و مسئله افغانستان برقش باید حل شود. بسیار خوب. به عنوان آخرین پرسش، اگر مشکل و تنش میان ایران و افغانستان بر سر آب بیشتر شود،
پیام شما به بخش بازرگانی و به بخش کسان که در تجارت و ترانزیت کار میکنه چی است که مشکلات ایجاد نکنه برای افغانستان، برای کالاهای افغانستان؟ پیام ما به بازرگانان افغانستان، به تجارای افغانستان و به تجارای کشور اسلامی برادر ایران همی است که ما شعار ماست که باید ما همیشه تجارت از سیاست جدا کنیم، به خاطر از اینکه چون تجارت نیازمندی تمامند ملت و مردم فقیر و غریب افغانستان است. باید امی ملت هر دو جانب، هر دو طرف، همراه پاکستان همچنان ما یک شعار داریم، همراه ایران همچنان ما یک شعار داریم. اول اخ ما پیام ما به همه طرف همی است که مسائل میشه که هر مسائل از روی گفتگو، از روی برادری و از روی همسایگری حل شود انشاءالله. پیامی که دوستا از طرف ما را دادند الحمدلله امیدوار کننده بود، به همه دوستا شاید شریک شده باشه و بدانند که ما متعهد به امو قراردادی هستیم که قبلا شده بود الحمدلله. دیگه ما هیچ مشکلی ما نداریم، ما متعهد به او هستیم و ما متعهد هستیم، ولی که به بازرگان همی است که باید کار خود ادامه بدین و هیچ گام شعار تحت شعار برنامه هایی که البته دنیا نمیخواهد که دو کشور برادر مسلمان و نزدیک باشند، به هم متحد باشند و یکی بتوانند پشتیبانی دیگه باشند. البته حل میشه، آفت طبیعی است و آفت طبیعی به امید پروردگان، به دعای ملت ما، به دعای مردم حل میشه و ما در آینده یک زندگی خوب می خوام. یک چیز دیگر هم اضافه بکنم آقای عزیزی، یک باور وجود داره که مگه بدون هر کشور ممکن ادامه پیدا بکنه وضعیت تجارت و دادستد، ولی بدون پاکستان و ایران نه. همینقدر مهم است برای افغانستان ایران و پاکستان؟ والله از حقیقت ما نمیگذاریم که بر ما شما مهم هستند، مشکلی نیست، ولیکن ما الحمدلله یک تعامل خوب با آسیای میانه داریم، با دیگر کشورها هم داریم. به اندازه‌ای هدفی است که بدیل ندارن این دو کشور برای افغانستان. برای افغانستان به خاطر بحر ما بدیل نداریم، ولیکن تجارت ما همراه آسیای میانه الحمدلله عادی جریان داره و خدا نکنه که طور یک موضوعی بیا که تجارت ما با هیچ کسی و به هیچ حال ما تجارت خود با کشورهای همسایه بند نمیکنیم و با امید پروردگار ما جاری نگه می‌داریم و به طریق احسن بهترش ان شاء الله. بسیار تشکر آقای نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، از حضورتان و از اینکه فرصت گذاشتین. خدا من سلامتی و سپاسگزار شما بیننده ها که بیننده این گفتگو بودید. وقت بخیر.